سلام بر شما بینندگان محترم و عزیز امیدواریم که حالتون خوب باشه امشب هم در خدمتون هستیم در ادامه بحث چگونه فرزندان خود رو بشناسیم مهمان برنامه خانم لوئیز مخوف هستن راه ارتباطی ما رو هم که میدونید و از طریق اونها با ما تماس بگیرید با ما باشید. دوستان خوب دیدین راه های ارتباطی با برنامه رو از طریق این راه ها میتونین از هم اکنون با ما در تماس باشین و در رابطه با موضوع برنامه که موضوع جذاب و جنجالی هست به نظر من البته میتونین در تماس باشید و اگر سوالی دارید نظری دارید تجربه دارید خوشحال میشیم که بشنویم اگر هم درخواست دعا دارید که باز هم خوشحال میشیم که دعاهای شما عزیزان رو بگیم و در آخر برنامه حتما برای شما دوستان خوب در دعا خواهیم بود فراموش نکنید از طریق واتساپ و وایبر میتونید پیام های نوشتاریتون رو که به صورت رایگان هست و فقط احتیاج هست که به اینترنت وصل باشید برای ما بفرستید و راه ها باز هست در هر صورت از طریق فیسبوک، ایمیل و تلفن های استودیو و همچنین اس میتونید بدین به صورت نرمال و خلاصه اینکه همه راه ها رو برای شما عزیزان باز گذاشتیم که بتونید با ما در تماس باشید و همونطور که خدمتون از کردیم در چهارمین هفته هستیم در رابطه با چگونه فرزندان خود رو بشناسیم و هنوز هم نشناختیم کاملا تازه نسبه های راه هستیم براهش. بله همراه با خواهر لویز عزیز عرض سلام دارم خدمتون و خیلی خوش آمد میگم بهتون آه. تشکر میکنم منم به شما سلام میگم همینطور ببینندگان عزیز شبشون بخیر خوش آمدید لویز جان به خب لویز عزیز هفته گذشته ما چند سال داشتیم در رابطه با نوجوان ها ما صحبت کردیم بین سنین 11 تا 15 سال و خب بعضی از سوالات بیننده های عزیز مامون و ما قول دادیم بهشون که در اول برنامه امشب بپرسیم اونها رو از شما که سوال خیلی اساسی هم هستن پس فکر میکنم که وقت رو تلف نکنیم و سریعا بریم سراغ سوال دوستان و بعد هم در ادامه برنامه خواهیم بود در خدمتتون خب دوست عزیزی گفتن که اگر میشه یه مقدار در رابطه با افسردگی و استراب در نوجوانان صحبت کنیم در نوجوانان علاوه بر رشدی که از نظر فیزیکی دارن از نظر مغزی از نظر شناختی روانی احساسی تغییرات بسیار زیادی میشه و اینکه این نوجوان بتونه خودش رو با سرعت این تغییرات تطبیق بده در هر نوجوانی فرق میکنه سرعت رشد ولی آنچه که شایع است از نظر بیماری های روحی یا اینکه چیزایی که در نتیجه رشد فیزیکی بهشون دست میده نگرانی هایی که در اثر رشد فیزیکی بهشون دست میده این خشم استرس هستش استراب افسردگی بسیار شایع هست البته خب چیزایی مثل سکیتزوفرینی که به اسطلاح صدا میشنوند یه درصد نه که بگم قابل ملاحظه ولی درصدی هستن از جوونا که در این دوران به این مسئله دوچار میشن آنچه که هست همونطور که دفعه پیش گفتم بدن یک نوجوان قافل گیر میشه با یه هجوم حجوم این هرمون ها حجوم نحوه رشد اگه یادتون باشه گفتیم در بدن خودشون درد هم احساس میکنن و این استخون داره دراز میشه نمیدونم ازوله فایبر ها همه اینها بافتا دارن رشد میکنن و بچه اول در یک تعجب زدگی هست در خودش هستش اول بهت زده میگن نگه اشتباه نکنم غافلگیر میشه و فکر میکنه که یک چیز غیرعادی به خودش گرفته یعنی این طبیعی نیست من فرم صورتم اگه داره استخونای گونم عوض میشه یا بینیم داره بزرگتر میشه دندونا الان فرم خاص خودشونو دارن به خاطر آرواره و همه اینها از علاوه بر اینکه یه سری رشتایی مثل چیزای اندام به اصطلاح تولید مثل جاهای خصوصی یه سری موها رشد میکنه چربیها در جاهای مختلف پخش میشه جوش صورت زیاد میشه چه در پسر چه در دختر یا اشتهاشون زیاد میشه اینا بچه ها رو نگران میکنه درصد نگرانی و استراب توی این دوره بیشتره هرچه اوایل بلوغ این نگرانی ها بیشتره ما سه مرحله بلوغ داریم میتونیم تقسیم بکنیم به سه مرحله دلیل اینکه ما همینو به چیز سنی تقسیم کردیم به خاطر این سه مرحله بلوغ هستش اوایل بلوغه که همین 11 تا 15 سالگی ما میانه بلوغ رو داریم که بین 15 تا 18 است و بعد اواخر بلوغ رو داریم که از 18 به بعد پیش میاد 21 بعضی مواقع تا 25 اون اوایل بلوغ رشد چیز مخصوصا از سنین 10 11 سالگی یواش یواش در دخترهای سری چیزایی شروع میشه از نظر بدنی که علاوه بر درد خجالت میکشن گاهی وقتا میبینید حتی کلاسور چیزشون رو اینجوری میگیرن که پستی بلندی‌ها دیده نشه اینها یه سری عدم ام، آم، امنیت نمیتونم بگم ولی شاید اعتماد به نفس که چون آماده نشدن از قبل باشون صحبت نشده اینها خافل گیر شدن پس نقش خانواده خیلی میتونه باشه خیلی مهمه این که ما بچه هامونو قبل از اینکه وارد این دوران بشن یواش یواش اینا رو آماده کنیم اینجا تو کشورهای اروپایی معمولا از دوره کودکستان بچه ها رو تا حدی به شکل سمعی بسری بگم از طریق تخم دونه یا مثلا خرگوش رو دو تا خرگوش رو تو قفس نگه دارن یا این خوکچه های هندی مم. نشون میدن که اینا چطور به اصطلاح در مسئله مورد مسئله آمیزش مسئله تولید مثل و مسئله روابط جنسی رو که به شکل کلی رشد اینها رو از گیاه شروع میکنه از حیوانات بعد در سن خاصی که میفته همین اوایل بلوغ یعنی سنین ده سالگی دیگه بچه ها عملا در مورد انسان میدونن به اوایل بلوغ که میرسه دیگه چون اینجا روابط جنسی خب به نسبت کشورهای شرقی آزادتره خب مسائل دیگه ای از نظر جلوگیری و از اینجا چیزا باشون با صحبت میشه که حالا نمیخوایم زیر سوال ببریم چیزی رو فقط داریم این رو باز میکنیم 20 درصد جوانای این سن به خصوص زیر 21 سال دچار افسردگی میشن حالا چرا افسردگی؟ بیشتره به نسبت استراب و نگرانی و استرس و اینا بگذاریم خشم پا به پا با افسردگی میاد شاید درصد خشم بیشتر باشه اینم لزوما نمیتونیم همه رو به خاطر هرمون هرمون ها رو مورد ملامت قرار بدیم بگیم هرمون هاشون زیاد شده پس به طور اتوماتیک خشم میگینن نه آمادگی رو دارن ولی میتوننم تا حدی کنترل بکنن خشم رو چیزهایی هست که خشم رو زیاد میکنه از جمله رفتار پدر مادر محیط خونه گاهی وقتا حتی نوع تغذیه میتونه باعث باشه فشار در مدرسه مخصوصا اون دوره‌ای که از دبستان به دبیرستان میخوان برن این بچه ها رو نگران میکنه افسردگی الان شده بعد از سرماخوردگی شایع ترین بیماری قرن حاضر مم. یا شاید از قرن قبل بگیم بسیار شایع است حتی در بچه های کوچیک الان دیده شده و این سن افسردگی همینجور داره میاد پایین و پایین و. این که انسان اون علاقه به زندگی رو از دست میده به نوعی غم بیشترین قسمت مرحله تفکر رو میگیره و اسکن هایی که از مغز کردن نشون داده که این یه اختلالاتی در مواد شیمیایی مغز یعنی هورمون ها گاهی وقتا کمبود بعضی از هورمون ها حتی گفتم تغذیه محیط گیر دادن پدر و مادر فقر خانواده یا گاهی وقتا چیزایی که چون در بین جوونا این مسئله که یه چیزی رو که الان میخوان همو الان میخوان الان میخوان اینو این اینکه پدر یا مادر الان نمیتونن از نظر مالی اینو براشون فراهم بکنن مخصوصا در بین همسن و سالاشون کفشای مخصوصیه لباسای مخصوصیه مارکای خاصیه فرم موه هزار یه چیزی که تو خودشونه. بازیهای کامپیوتری اینها وقتی که ارزان نمیشه وقتی که براورد نمیشه به یه طریق اینها رو به خودشون میکشه اگر از نظر مغزی آمادگی داشته باشن نمیتونیم بگیم که صد درصد ارسیه افسردگی میتونه درصد کوچیکی ارسی باشه ولی به میزان بسیار زیاد بستگی به محیط داره محیطی که بچه درش قرار داره هرچه محیط سالمتر بچه شادتر هرچه فشارها فشارهای مخصوصاً میگم برای یه نوجوان سه تا چیز بیشترین رو داره یکی فشار در مدرسه است تو خون است و مسئله مالی اینها باعث میشه که بچه ها تو خودشون برن آنچه که مهمه برای پدر و مادرها مخصوصا چون در حال در طول روز با بچه ها بیشتر هستن دشمن بزرگ افسردگی تنهاییه <تصفح> یعنی چیزی که خیلی تقویتش میکنه که ما بچه رو به حال خودش بذاریم مخصوصا که اجازه بدیم تو اتاق تنها باشه با کامپیوتر و در رو ببنده بله. این روش سالمی نیست برای یه بچه ای که داره علایم افسردگی رو نشون میده بنابراین تا اونجا که میشه سعی کنید نذارید اینا تنها باشه این شدت رو کم میکنه حالا ممکنه غور بزنن ممکنه زیر لب بذاره یه چیز بگن و به زور بخوام بیان یا بحث بکنن ولی بهتره در جمع باشن تا اینکه تنها باشن علائم افسردگی هم در درجه اول پدر مادرها باید دقت بکنن که چه علائمی داره هر چیزی رو ما نمیتونیم برداریم بذاریم به حساب افسردگی, افسردگی. چون مودی بودن این خلقی یکی دیگه از علائم همین مسئله میزان هورمون هستش که تا بدن بیاد عادت بکنه وقتی که آروم گرفت اون وقت از این مرحله رد میشه مودی بودن یک بچه رو ما نمیتونیم به حساب افسردگی بذاریم عدوی ببخشید بیان کلامتون این علائم افسردگی در بچه ها مشترک با بزرگ سالان یا متفاوته در هر بچه ها و بزرگ سالان تقریبا مساویه ها. نظر علائم اما فرقی که هست بچه نکه کنترل روی احساسات روی یه خورده کمتر مه. میتونه نکه نتونه ضعیفتره به نسبت بزرگسال بزرگسال راحتتر میتونه خودشو قرنطینه کنه مه. نمیشه حریفش شد بگیم که خود تنها نذار ولی رو بچه یه خورده کنترل بیشتر به خاطر مسئله فیزیکی بالاخره یه خورده حریفشونیم اینطور بگم مه. میتونیم با حرف متقاعد کنیم ولی علائم افسردگی در درجه اول کاهش شدید انرژی برای یه جوونی که باید پر از انرژی و فعالیت باشه پر از شور و نشاط باشه مناسب سنش نداشتن این شور و نشاط خودش باید پدر مادر رو به فکر بندازه که چی هست علت و, و, وقتی هم که زیاده از حد حساس میشن و این حساس بودن رو با خشم نشون میدن یکی از علائم همش نیست باز باید چیزهای جنبی دیگر رو هم در نظر بگیرن و اینکه بچه علاقه به زندگی رو از دست میده یا میبینی یهو جملات منفی میشه یا مثلا صحبتی میشه تو خونه حالا اگه در جمع هستیم سنین مختلفیم صحبت میشه میبینید که کامنت هایی که میده نظری که میده منفیه بیشتر بیشتر او حالا چه فایده داره نه اینم اصلا دیگه مهم نیست نه ولش کن اصلا اینم هم نمیشه همش ساز منفی رو میزنه این باز یکی از علائمه بی حوصله است لذت نمیبره قر میزنه <applause> حوصله یه چیز از دست میده در مورد خواب یه مقدار مشکل ایجاد میشه براش بیخوابی زیاد شب ها تا دیر وقت بیداره و وقتی هم که میخوابه کابوس میبینه <applause> و این خودش به نوعی این رو مانع میشه که زود بره تو رخت خواب چون میترسه بره رخت خواب برای اینکه به مزیک به ممکن کابوس ببینه اینه که اختلالات خواب هستش گاهی وقتا کم خوابی گاهی وقتا پر خوابی زیاد باز باید زیر سوال بره که آدم دقت بکنه اینا رو و اگه هم عنوان میکنن که کابوس میبینن حتما این مسئله رو جدی بگیرم پدر مادر بچه چرا کابوس میبینه اگر محیط سالمه اگه تغذیه درسته اگه مدرسه درسته دوست خوبی دارن از نظر دوستی چیزن راضی و قانع هستن مشکلی ندارن خب این چرا باید کابوس ببینه اینو ریشه یابی بکنن بعد ببینن اگر بچه خیلی گوشه گیری میکنه باز خودش باید زیر سوال بذارن این رو حالا یا بی اشتهایی یا پرخوریش رو مهم. البته اگر فقط بی اشتهایی پرخوری رو بگیریم نمیتونیم این رو برای اینکه بی اشتهایی میتونه اما پرخوری خاص دوران بلوغ هستش برای اینکه به خاطر رشد اینا کالری بیشتری احتیاج دارن یو میبینی از نظر ظاهر یه جوونی که همشون دقت بکنی از نظر لباس از نظر مو و آرایش اینا میخوان فرق داشته باشن با پدر مادر اصلا هم نمیخوان شلخته باشن یو میبینی جولیده براش مهم نیست که دیگه براش مهم نیست سر و وضع جولیده است آشفته است اخا بیدار میشه مستقیم میاد تو اتاق مهم نیست براش حالا تو اتاق کسی اینو با این وضعیت ببینه چه دختر چه پسر خب اینها باید پدر و مادر رو به سوال بندازه که بچم چشه و یه وقتایی میبینی که تو تمرکز دارن جمله ای رو میگن وسط جمله یهو یه چیز دیگه میگن تمرکز نیست اونجا بیخوصلگی هست بیقراری هست بعد میبینی که فراموش میکنن حتی وسط ای چیز یهو میگه یادم رفت چی میخواستم بگم جمله رو میگه خب این برای ماها هم پیش میاد گاهی وقتا مشغله برای بزرگ سالان وقتی ما خیلی افکار ما در چند جهت کشیده میشه پیش میاد طبیعیه ولی برای یه جوونه به این سن و سال که هنوز تجارب زندگی زیاد وارد مغز نشده این غیر طبیعیه و این رو باز باید دقت بکنن یوهی میبینید بدون علت بچه شروع میکنه به گریه تو این سنین یه آهنگی میشنوه یه غم بی اندازه شدیدی میاد یه زار زار میذاره زیری که خودش هم حتی تعجب میکنه بعضی از آهنگ ها آره <تصفيق> آدم <تصفيق> <چورا بزرق> سالم هم گوش میکنه دلست بله گریه کنه بله, بله <applause> مخصوصا حالا خب تو ایران من نمیدونم تا چه حد بچه ها به موزیک راک گوش میدن حتی راک متل چیز اینها تو اینا میبینی اگه دقت بکنید بعضی از رپ خوننده های رپ اینا میبینی تشویق به خودکشی میکنن تشویق میکنن بچه ها رو به مواد به بش... دقت بکنید حتی چه موزیکی گوش میدن میدونی حالا فقط موزیک های افسرده و غم انگیز لزوما چیز نباشه حتی دقت بکنید که چون خطر خودکشی افکار خودکشی موسیقی. یواش یواش تو این سنین شکل میگیره حالا اگر این نوجوان به سنین 15 تا 18 برسه با این وضعیت خیلی باید مواظب بود که دست به خودکشی نزن روی جان اگر آمار فرمودی در فرمایشاتتون که آمار نشون میده که افسردگی در میان بچه ها بیشتر و بیشتر داره میشه و این داره به سن پایین هم حمله میکنه فکرم رسید به این سوال که از شما بکنم آیا ممکنه مشغولیات زیاد مشغولیت های مثل بازی های کامپیوتری و, و چیزهای دیگه باعث شده باشه یک نوع سیر شدگی برای یک بچه بیاره که از همه چیز دیگه سیر شده باشه حالا و دیگه چیزی براش وجود نداره اینترست باشه ننش. و کم کم به آیا این ممکنه مشغولیات زیاد در این راستا البته تاثیر بذاره برای افسردگی بچه ها بازی ها رو جوری تنظیم میکنن که با احساس بچه هم بازی بشه این وسط جوری تنظیم میکنن که بعد یه مدت احساس کنی این دیگه کافی نیست براش یه خورده رو طرح این بازی ها به خاطر اون فکر اقتصادی که پشتش هست شاید نشه زیاد این رو یعنی اگه بچه فقط از یه بازی خاصی مرتب بازی کرد و خسته شده فقط بازی کامپیوتر رو نمیشه نه. بی حسلگی رو میشه نوعی از علائم افسردگی آورد نه لزوما بی حوصلگی حسل نسبت به بازی های کامپیوتری ولی میتونه حتی مثلا بی اوسلگی نسبت به یه جمع خاصی باشه این چیزا میتونه باعث بشه بیشتر من مزورم اینه که در دوره زمانی خودمون فرض کنیم اگر شما دختر خانوما با جورابی عروسک درست میکردید یا ما پسرا مثلا تایر یک چرخ رو شروع میکردیم به چه بدونم روندن بیشتر فکرمون این بود منظور من اینه که مثلا حالا فردا میخوام چکار بکنم چون بره. چیز دیگه در دسترس نبود بره. مظرم اینه که وقتی بچه میبینه که همه چیز برای مشغول بودنش هست به عنوان مثال رفتن بیرون، سیرک، این ور، اون و او همه باشه. چیز براش فراهمه آیا این یک نوع سیر شدگی نمیاره بعد که دیگه کم کم هیچی نداشته باشه امه. و بعد یواش یواش افسرده بشه بله این برای بزرگ ساران بسیار مستاق داره و راحتی زیاد از قدیم و ندیم هم گفتم پول خوشبختی نمیاره امه. و اکثر افرادی که افسرده هستن از طبقه پولدار هستن خب بنابراین آره رفاه نسبتا بالا میتونه این چیز رو بیاره ولی برای یه بچه ای که شروع شوق همبازی و نمیدونم مدرسه و این چیزا مشغولیات فکریش بیشتر توی این جنبه هاست نمیگم نیست ممکن از نداشتن دوست درست ام. یا یه همبازی هم سن و سال یا تک بچه باشه آره این احتمال هست احتمال لوئیس جان فقط اینکه چون میخوام سریع برسیم به بقیه سوالات میخواستم بودم که مسئله افسردگی رو تونستیم تا به جایی برسیم چون میخوام با. سریع برم سوالات بله بله نه رو اینها برسم. رو علایم رو که گفتم فقط برای اینکه پدر مادر رو دقت بکنم به اینا این علایم رو میبینن حتما حتما دنبال کمک باشن ببرم بچه رو برای یک مشاور برای روانشناس که ببینن چه کارهایی میتونن بکنن در این زمینه که کمک باشه اتفاقا ما هم برنامه هایی داشتیم در رابطه با افسردگی نوجوانان که در سری اول همراه با شما بود دوستان عزیز میتونن از طریق یوتیوب این برنامه ها رو هم تماشا کنن اما میخوام سریع برم سراغ موضوع بعد و سوال بعدی که دوست عزیزی پرسیدن در رابطه با اینکه چجوری مسائل جنسی رو برای نوجوانان توضیح بدیم یه الان شما خودتون اشاره کردیم که حالا در این کشور خب یه مقدار متفاوت هست اما تا اونجایی که من خودم شخصا به یاد میارم در ایران انقدر باز نیست و فقط ما در دانشگاه واحدی داشتیم به نام تنظیم خانواده که واحدی اختیاری بود که البته شنیدم مطمئن نیستم که این واحد رو هم برداشتن البته مطمئن نیستم یعنی اینکه بالاخره تو باید حداقل 19 20 سالت باشه که تازه یه سری آگاهی ها بهت داده بشه اما اینکه من حالا به عنوان والدین چجوری میتونم به فرزندم کمک کنم مخصوصا در سنین نوجوانی که همونطور که شما اشاره کردید خیلی چیزا در اون تغییر پیدا میکنه و شاید خیلی کنجکاوی ها باشه اه. برای مسائل جنسی لزوما برای بچه هایی که چهار ساله حساب بکنید چون زیر چهار سال اگه خودش بچه اول باشه اونقدر متوجه نمیشه اه. ولی اگه بچه دوم در راه باشه موقعی که مادر حامله هست بچه که حرکت میکنه حتی میتونه رو شکم نشون بده اینجا سرشه این پاشه این دستشه بچه خود به خود با این مفهوم که من از کجا اومدم میتونه آشنا بشه با این قضیه این که خیلی یه مطلب ساده ایه اما وقتی که از چهار سالگی میرم به کودکستان خب در ایران تا اونجایی که میدونم حتی افرادی رو میشناسم که تا قبل از ازدواج اصلا نمیدونستن حتی این چیزها رو چون بسیار این یک حالت تابو داره و فکر میکنن که درست نیست الان تو این سن بچه ها رو با این مفهوم آشنا بکنن آشنام. که البته خب مزارش و ب ب فوایدش این خودش قابل بحثه و یکی از چیزهایی که واقعا مهم هست اینه که بچه در حین رشد از محیط خودش داره شناخت حاصل میکنه حالا اگر جوری نباشه راحت باشه از پدر یا مادر سوال بکنه میره از همکلاسیش میپرسه یا میره از محیط بیرون میپرسه و این که لزوما اطلاعاتی که بهش داده میشه درست خواهد بود یا نه چون همین این کنجکاوی ممکنه اگر این کنجکاوی که بچه میخواد بدونه از کجا اومده این درست ارزان نشه این کنجکاوی رو ممکنه درش ایجاد بکنه بذار خودم امتحان کنم این خطر هست بنابراین هر چه راحت تر بتونیم با این بچه ها صحبت بکنیم بهتره از سنین چهار سالگی میشه همونطور که گفتم مسئله تخم بشیه یه مثلا تخم آفتابگردون یا گندم یا یه چیزی بدید تو خاک بکاره و این بفهمه که یه چیزی اونجا کاشته شد تخم رشد میکنه این مسئله تولید مثل رو خواهد فهمید بعدا همین مسئله مثل خرگوش یا مثلا یه حیوان کوچولو ماهی حالا ماهی رو نمیدونم چطوری میتونن زیادش بکنن تا بالاخره باید یه چیزی بشه ولی چیزای اینطوری یا پرنده توتیه نمیدونم کبوتره میبینن اینا تخم میذارن رو تخمشون میشینن خب اینها یک کانسپت های یک مفاهیمیه که به بچه میفهمونه که هر چیزی همجنس خودش رو تولید میکنه بنابراین به شکل طبیعی به این نتیجه خواهد رسید حتی اگر مستقیم بهش گفته نشه تو از کجا اومدی این به شکل غیر... چی میگم طبیعی این رو خواهد فهمید که هر چیزی هم جنس خودش رو تولید میکنه <applause> و این مسئله که عشق بابا ماما همدیگر رو دوست داشتن این خیلی مهمه بچه بدونه که نتیجه عشق پدر مادر بوده حالا نرید خیلی در جزئیات برای سنین پایین احتیاجی نیست چون کنجکاوی بی اندازه تولید میکنه با عوام چیزای طبیعی مثل همین گفتم پرنده ها گل حیوانات کوچیک با این چیزا و این که بچه رو ذره ذره که اگر پدر مادر همدیگه رو دوست داشته باشن خدا بهشون بچه میده و اگه مخصوصا میگم بچه دومی در راه باشه سومی باشه وقتی میبینن بچه این احساس که لمس میکنه داره تکون میخوره خود به خود به این نتیجه میرسه که چطوری از کجا اومده حالا به سن 15 سالگی که وقتی برسن چون در سنین 11 تا 15 سالگی این کنچکاوی مسائل جنسی به خاطر رشد فیزیکی زیاد خواهد شد ولی به 15 سالگی که میرسن دیگه آماده هستن برای اینکه اون زمان اون خواهش های جنسی متوجه جنس مخالف میشه <تص> تا قبل از اون یه حالت قهرمان... قهرمانی نه اینطور بگم یه بوت جوانان مثل یه خاننده یه یه یا یه مدل ع... عکاسی لباس اینا اینا میشه براشون بوت اون خواهش های جنسی اون تمایلات رو در غالب پرستش اون چیز به اسطلاح دوست داشتن اون مورد میتونن ارضا کنن ولی وقتی به 15 سالگی میرسن از نظر مخصوصا خود دخترها از نظر این چیزای هورمونی و از نظر مسئله بلوغ دیگه تقریبا کاملا به همه رشد فیزیکیشون رسیدن از نظر عادت و اینجور چیزا درست شدن مال پسرها حالا داره رشد میکنه اما باز پسرها تو سن 15 سالگی دیگه راحت میشه باهاشون صحبت کرد که. که الان اینجا باز از این مسئله استفاده میکنن به شکل خیلی واضح با ویدیوها با سایت هایی که به اصطلاح آموزشی هست این چیزها رو به بچه ها یاد میدن ولی برای پدر و مادر تو همون حد خونه به این شکل طبیعی که گفتم تا برن مدرسه تو ایران لازمه که پدر مادر همه چی رو بگن به بچه ها منتها من یادمه با بچه های خودمون اینجا برای ما چون نامه اومد از مدرسه که میخواستن چیز سکس روابط جنسی رو تو مدرسه صحبت بکنه از ما اجازه خواستن خیلی سخت بود برای ما حقیقتش چون فرهنگی هم خب ما اینو یاد نگرفته بودیم با بچه های خودمون ما مجبور شدیم صحبت بکنیم شوهرم با پسرم جدا صحبت کرد که بعد یادم عرق کرد بود مثل چی اومد گفت که این کار من نیست من نمیتونم و اینا منم خیلی سخت بود برام ولی گفتم به خودم گفتم اینو تو این تعطیلات شش هفته تابستون من وقت دارم بچه ما آماده کنم. همه. ذره ذره چون خب بالاخره با دختر راحتتر میتونستم صحبت کنم. مجبور شدم توضیح بدم اینها رو و خب م... یه خورده میدونم سخته ولی این باعث میشه هم بچه اگه کنجکاو شد از پدر مادر بپرسه که این روش خوبیه میدونم خجالت میکشن میدونم سخته براشون هی اگه لازم شد برید تو اتاق اول با خودتون تمرین بکنید جملاتتون رو بنویسید یاد بگیرید حفظ کنید بگید که راحت‌تر ما... چون که تو حرف آدم اگر آماده نباشه گیر میافته بچه یه سوالی میکنه بعد میمونی خب حالا چی چی بگیم وسط اگه خودمون دونی... خجالت بکشیم چه اتفاقی میفته <تصفح> این دیگه آماد... این از پدر مادر بشنون بهتر و اینکه حتی آمادگی اینکه بالاخره اون اتفاقات هورمونی که میفته در چه دختر چه پسر حتی مثلا فرزان در دختران مسایل مسائل عادت ماهانه اینا بله. خیلی مهم هست بله. که از قبل به اونها گفته بشه چون دیده شده حالا فکر نمی کنم الان امروزه اونقدر مشکل ساز باشه اما در گذشته خب خیلی سخت بوده و شاید مادرانی بودن که به فرزندانشون اطلاع ندادن و این حتی باعث افسردگی در دختر شده بود و ترس دقیقا هنوز دو سه سوال دیگه هست اما برای فکر میکنم بد نباشه که یه استراحت کوتاه داشته باشیم و با هم بریم یک میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم در ادامه صحبت ها با ما باشیم خب بینندگان عزیز شما بیننده یه برنامه همراه با شما در قسمت خانوادگی با موضوع چگونه فرزندان خود را بشناسیم هستید و ما هم خیلی خوشحال هستیم که خواهر دوزی رو داریم اینجا با با همین موضوع در قسمت روم آن و من میخوام از روی عزیز بپرسم که آیا مطلبی باز در مورد رشد در این سن از 11 تا 15 سالگی چیزی هست که شما میخواد اضافه کنید یا برسیم از 15 به بالا خب برای اینکه مسئله رشد هست نه که تا سن ده رو رسیدیم فکر میکنم اینو ادامه بدیم که بعد به مراحل آخر برسیم بله این در سنین 11 تا 15 سالگی یه سری تغییرات مغزی و رفتاری ایجاد میشه به شکل فیزیکی انجام میگیره جسمی هستش سلولای مغز که قسمت تفکر هستش در سن 12 سالگی تا 12 سالگی در قسمت تفکر اینا تکمیل میشه بعد اون ارتباطات عصبی سلول ها سلول های عصبی یادتونه گفتم به این شکل اون ارتباطات سلولی اینها یه رشته های ارتباطی بود گفتم که ما تریلیون ها تا بچه ها کوچیک هستن دارن نسبت به بزرگ سالان خیلی بیشتر دارن دو برابر و وقتی که اینا میرسن به سن 11 دوازده این یواش یواش این رشته های اون رشته های ارتباطی نازکتر و نازکتر میشن قسمت های مختلف مغز با همدیگی یکسان رشد نمیکنه. فرق داره اول قسمت حرکتی و لمسی بعد قسمت ضربه ای که اگه یادتون باشه گفتم در دوازده سالگی این شدت ضربه اینا اون موقع میفهمن و بعد در آخرش تصمیم گیری. در مغز اول اینا رشد میکنه آخرین قسمت در قسمت تعقل و تصمیم رشد میکنه تو این سنین بین 11 تا 15 دیگه به حد اکثر رشد مغزی و خودشون از نظر فیزیکی رسیدن و از نظر قوت جسمانی از نظر قوه عقل ظرفیت عقلانی دیگه تقریبا کامل شدن و این دوره میتونه یکی از خطرناکترین باشه براشون و سرنوشت ساز اگه محیط سالم باشه درست خیلی هاشون سالم در میان از این دوره و اگر محیط ناسالم باشه گیر دوست ناباب بیفتن به الکل و مواد مخدر و سیگار و هزار چیزهای دیگه کشیده میشن اون چی که هست اینه که خیلی مهمه محیط سالمی برای نوجوانانمون فراهم بکنیم من کلمه نوجوان رو استفاده میکنم ما تا سن, سن 18 اینها هنوز در نوجوانی هستن 18 که میرسن میشن جوان خب اهمیت شناخت و درک این تغییرات جسمانی خیلی مهمه ارث تاثیر داره تجارب کودکی مال اون ده یازده سال تاثیر داره محیط همینطور اینها دخیل هستند در بلوغ بچه ببینید گفتیم که تا دوازده سالگی دیگه این مغز به حجم کامل خودش میرسه دیدید عکسایی که از مغز هست مغز آ... یه حالت اینطور اینطوری اینطوری پیچ در پیچ و چیزه وقتی که به سن دوازده میرسن این حجمی که بزرگ میشه حالا نوبت اینه که این شکاف ها. شکاف نه این آم مثل یو شکل یا اینکه این, این گودی‌ها، پستی بلندیها، ها موج آره موج موج ها اینا الان باید اینها پرورش پیدا کنه اینا باید رشد بکنه مم. و ببینید مهم نیست سایز مغز حالا بگیم مال زن بزرگ مال مرد بزرگ اصلا این مهم نیست مسئله سایز مغز نیست مم. مسئله اینه که توش با چی چی پر شده این خیلی مهمه <تصفح> چه <اصلا هست>. تجهیزاتی <تصفح> 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 ما اون تو گذاشتیم مم. و اینها در این سن رشد میکنه یعنی این اون شیارها شیارهای مغزی الان یادم اومد کلمش اون شیاره اینا این در این دورانه ما دو تا چیز داریم در مغز که خیلی یادتونه در مورد هفت قسمت مغز صحبت کردم و گفتم هر کدومش رنگای مختلف داره تو مغز رو وقتی که کالبوت شکافی میکنن مغز شکافی میکنن رنگای مختلف هست دو رنگ نسبتاً غالب هست توش صورتی و اینجا چیزا هم داره توش من نه. ولی دو رنگ غالب هست رنگ سفید و خاکستری که این دوتا خیلی مهمه ما حالا هر چقدر کمک بکنیم بچه های ما اینا رو بیشتر پرورش بدن تو مغزشون هوش و ذکافتشون بالاتر میره این خیلی تاثیر داره ببینید این سلول های مغزی این شکلی هن. این قسمت شاخهایش خاکستریه این قسمت ساغش سفیده این تنهایی نمیتونه باشه اینم تنهایی نمیتونه باشه این دوتا لازم و ملزوم هستن برای هم دیگه احتیاج دارن وقتی که ما تفکر می کنیم تفکر عمیق می کنیم اینجا قسمت سفید به اصطلاح آمیانه خودمون بگیم چاق میشه مهم. کلوفتر میشه این چیه؟ یه لایه چربی میاد روش خب برای اینکه اینا همین پروتئین در سر تو مغز بیشترش پروتین در رابطه با فکر ولی برای اینکه این پروتین ایجاد بشه تبدیل بشه ما احتیاج داریم که این چربی بیاد اینجا رو بگیره این چربی اینجا غذا رو داره آماده میکنه برای رشد این شاخک ها که قسمت های خاکستری این وقتی ما تفکر عمیق میکنیم این چاق میشه خب وقتی این چاق میشه غذا رو آماده میکنه برای این قسمت ها که این شاخه ها زیاد بشه تفکر عمیق مثبت منظورتونه یا اینکه هر نوع تفکری میتونه باشه خب مثبت باشه سالم رشد میکنن اینا سالم رشد میکنن هرچه افکار سمی کمتر رشد بهتر این رو به خاطر هوش بچه ها چون گاهی وقتا میبینی بچه ها در یه سن خاصی خیلی زرنگن تو مدرسه نمرات خوب میارن اوائل یهو یه به دبیرستان میرسن در جا میزنن و اف میکنن اینا همش میتونن افکار منفی باشه میتونه تاثیر داشته باشه که جلوی رشد رو بگیره حالا این چیزای خاکستری وقتی رشد میکنن اینها به شکل بذار اینطور طور بگم مواد سفید که اینجا اینا سفیدن اینها خطی رشد میکنن به این شکل خب تو،, تو این قسمت مقطعی میرن اینجا که میشه به شکل یا حالت شیار اینطوری هستش یا تاغ ماننده یا حرف یو انگلیسی یا به حالت تاغ اینطوری رشد میکنن و این به خاطر اینکه اینها قسمتی هست که ارتباطات سلولی هستش و تمام امواج الکترومغناطیس اینجا مغناطیس الکترومغناطیس داره اینجا انجام میشه حالا هرچی این چاختر باشه اینجا این ارتباطات سریعتر انجام میگیره امه. خب هر چه سریعتر انجام بگیره این باعث میشه که آ، آ، یادگیری انجام بشه امه. <applause> یه چیزی مرحله یادگیری تفکر عمیق انجام میشه وقتی تفکر عمیق باشه حافظه تشکیل میشه حافظه که هرچه حافظه بیشتر تشکیل بشه میزان سطح هوش بالاتره من این توضیح رو فقط دادم بیشتر که در مورد تغذیه و محیط بچه ها مواظب باشیم چون همه اینها تو این سنین رشد میکنه بله. چون درست موقع مدرسه شونه علاوه بر اینکه باید حواسشون به مسائل درسیشون باشه دارن رشد فیزیکی هم میکنن گفتم اون دفعه پیش که بچه ها در چندین جنبه دارن هم رشد میکنن و این مغز یه مغز انقدری تا سن 15 سالگی دیگه تکمیل شده خب ده بین 15 تا 18 سالگی حد اکثر 10 گرم فقط اضافه میشه یعنی دیگه به رشد کامل رسیده بنابراین خیلی مهمه اون اوایل بلوغ ما محیط سالم و بچه های ما را به از خطراتی که دورورشون هست آگاه بکنیم نه که بترسونیمشون گفتیم مثل دو تا آدم بزرگ بشینیم حرف بزنیم با هم و کنترل تون صدا و اینا هم داشته باشیم که کار به دعوا کشیده نشه ولی یک صحبت سالم داشته باشن و اینها یعنی محیط محیطی که تنش نباشه توش تغذیه درست مخصوصا شکر و نمیدونم این فراورده های چیز رو تا اونجایی که میشه مصنوعی رو بله اینا رو زیاد ندم به بچه تا میتونن میوه جاد گوشت خوب تخم مر مخصوصا چیزای دریایی روغن ماهی اینها چیزایی هست که کمک میکنه که این مسئله رشد مواد چون این به مغزه ببینید بچه های ما ما من و شما اینطور بگم وقتی که ما میخوایم راجع به یه مسئله تصمیم بگیریم حالا اگر یک چیز خطرناک باشه یا یه چیز خیلی مهم باشه ما چون تجارب زندگی رو وارد کردیم تو مغز ما از قسمت تصویری مغز ما استفاده میکنیم بنا به تصویری که از قبل داریم مقایسه سری میتونیم تصمیم بگیریم بنابراین تو ما اتوماتیکه ولی تو بچه ها اینطوری نیست بچه ها چطور از کدوم قسمت مغزشونه ببین قسمت جلو کورتکس مغزه یادتونه اون هفت قسمت رو گفتم اینجا قسمت اراده آزاد قسمت آگاه قسمت تفکر عمیقه خب وقتی بچه های ما فکر میکنن هر چه فکر رو عمیقتر بکنن کالوری بیشتری دارن مصرف میکنن بنابراین به غذای بهتر احتیاج دارن به خاطر درساشون هم مخصوصن اینا از این قسمت جلوی کورتکس اینه خب اینا از قسمت بالایی مغزش قسمت جلو قسمت بالاش بیشتر استفاده میکنن که اینجا در واقع داره ذره ذره آرشیوهای مغزی رو با چیز آگاه دارن تجارب رو اضافه میکنن بنابراین وقتی ما فکر میکنیم ما سریع اتوماتیک میتونیم عواقب رو ببینیم ولی برای یه نوجوان این سن و سال این باید بشینه عمیق فکر کنه همه جوانب رو بسنجه <متحد> کالری بنابراین اونا کار میکنن کار فیزیکی فرق اینه برد. من پدر یا مادر چطور میتونم تفکر کردن رو قدرت تفکر رو در فرزندم رشد بدم برد. اتفاقا پدر مادر و مدرسه نقش بسیار مهمی هستن دارن برای اینکه بچه رو به فکر بندازن پدر مادری که خودش متفکره خیلی راحت میتونه با سوالات ببینید یادتون ما یه بار گفتم که خدا برای ما انتخاب گذاشته روشی که خدا برای ما انتخاب کرده انتخابه نه. یعنی میگه که اینو اینو گذاشتم اینو انتخاب بکن اگه اینو انتخاب بکنی عواقب اینه اگه انتخاب اینو بکنی اینه به این شکل بچه های ما رو اگر مثلا یه روش ریاضیه حالا پسرها بیشتر نمیگم دخترها نه ولی خب در هر حال یه راه حل ریاضی از یه طریق میاد خب به جای اینکه یک طریق رو فقط به بچه یاد میده اگر میتونن از چندین راه برسن به یک حل مسئله ما چه ببینید بزرگ سالان و جوونا این اسکنی که از مغز گرفتن در مورد رسیدن به راه حل بچه های این سن و سال با آدم بزرگا از دو قسمت مختلف مغزشون استفاده میکنن بنابراین هر چه بیشتر چون این بهترین دوران یادگیریه این سنین بلوغ بیشترین دوره یعنی قابلیت بچه ها برای یادگیری تو سنین 11 تا 15 است که بعد اون نمیگم یاد نمیگیرن اینجا پایه گذاشته میشه 11 تا 15 حالا این یادگیری هر چه وسیع تر باشه نمیگم پیچیده تر عبادش رو زیادتر بکنن بهتره برای بچه کنجکاوی رو درش زیاد کنن با سوالات مثلا بچه میخواد یه برج درست کنه با. حالا یا نمیدونم با تخته میخواد چیزی رو ببره خب برای یه بزرگ سال میتونه بهش یه ایده بده که اول اینو بکش بعد اینو روی کاغذ وقتی کشیدی دورش ببر نمیدونم بذار روی تخته رو تخته چیز کن مرحله به مرحله این بود فکری بچه رو هی توسعه بدن این رو چون خیلی خوب یاد میگیرن اتفاقا خوبه که از نظر حرفه از نظر بعضی چیزا که پدر مادر میدونن به بچه هاشون یاد بدن مخصوصا میخوام الان یه گریز بزنم فوریت های پزشکی بعضی چیزاست که یه چیزای استراری اگه بچه تو خونه تنها مون چطور از نمیدونه اگه آتش سوزی شد تو خونه میدونی یه بچه رو بتونن توی یه سری چیزا آماده کنن آموزش بدن چیزایی که خودشون بلدن مثل دو سواری مثل شنا اینها رو عملا با بچه ها برن توش خب بعد فکر بچه رو به جنبه های دیگه هم ببرن یه بادی نشه هرچه این تبادله نظر این گفتگوها بیشتر باشه بچه مغزش بیشتر از نظر فکر کردن میره چون ما قابلیت فکر کردن بسیار زیادی داریم م. گفتم اگه یادتون باشه ما تازه بین 3 تا 7 درصد رو استفاده میکنیم تازه 7 درصد اون نابغه هاش خب؟ و بنابراین ما از پتانسیل کامل مغز هیچ وقت استفاده نمی کنیم. حالا هر چقدر بیشتر بچه رو به تفکر بندازید کتاب هایی هست داریم رابطه که چطور بچه رو به فکر وادار بکنیم کتاب هست من نمیدونم بالا البته به فارسی این ترجمه شده یا نه ولی کتابایی هست که برای پدر مادرها میتونن، می سایت هایی هست میتونن که فکر بچه رو اصلا چیزه از این برنامه های ام، ام، چیزای نه گیم این دیسکای کامپیوتری هست سی دی و دیسک هست که میتونن بله بله که بگیرن و اینو بذارن تو کامپیوتر با بچه با هم دیگه مم. یا یه بازی هست به اسم چطور میتونی میلیونر بشیم اون سوالاتی که جب میدونید این چقدر خوبه؟ به خاطر چهار جوابی بودنش و پدر و مادر اگه با هم دیگه با, با بچه بشینن با هم دیگه این بازی ها رو بکنن هم خودشون یه چیزی یاد میگیرن هم بچه, هم بچه این وسط بازی های خوشم... بقنی. خوشمندی خب حالا لویز جان فرزن ممکنه الان والدینی نشسته باشن برنامه رو دارن میبینن البته من نمیدونم بحثتون در رابطه با نوجوانان تموم شد یا نه ولی خب اگر ادامه داره حتما راجع بهش بیشتر را صحبت میکنم اما فرزند من خب الان دارم میفهمم که چقدر مهم هست این دوره و شاید هم کار از کار گذشته باشه و تموم شده باشه یعنی اینکه این دوره رو حالا فرزند من سپری کرده باشه و اونطوری که من باید واقعا مراقبت نکردم و خب من حالا چی کار میتونم بکنم با این قضیه یه جورایی آیا دیر شده یا اینکه هنوز فرصتی هست هیچ وقت دیر نیست هیچ وقت دیر نیست ما تو فارسی میگیم ماهی رو هر وقت آب بگیری تازه است البته در مسائل رفتاری خب بعضی وقتا خود سختتر میشه ولی امکان پذیر هست ما نمیتونیم تحت هیچ شرایطی بگیم انسان قابل تغییر نیست یادتونه گفتم ما در مغز ما یه تکنیک هایی هست که بین 7 تا بیست و یک روز ما میتونیم عادتی رو جایگزین بکنیم این قابلیت پلاستیسیتی میگن قابلیت تغییر مغز بسیار اجاب آوره واقعا اجاب آوره کلام خدا تو رومیان باب دوازده آیه دو میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل بدید برد. یعنی این فکر رو ما میتونیم تازه کنیم به همون نسبت که عادت بدی رو میتونیم بگیریم به همون نسبت هم میدونیم این عادت خوب رو هم بگیریم یعنی عادت بد رو از بین ببریم عادت خوب رو بیاریم بین 7 تا 21 روز طول میکشه بعضی از عادت ها مثل مثلا برای اعتیاد و اینجور چیزها که میشه که خیلی سخته یا گاهی وقتا عادتهای خوراکی مثل چایی زیاد، قهوه زیاد خب اینا یه خورده بعضیهاشون طولانی تره بعضیها کمتر ولی هستش، میشه کلام خدا میگه میشه و علم روانشناسی، علم مغز در واقع علم شناسی ثابت کرده که میشه سلولهای مغزی ما مرتب در حال تغییر هستن ما میتونیم عادتی رو از بین ببریم عادت خوب رو جایگزین بکنیم و کلام بخواید. خدا و باید بخوایم. کلام خدا شروعش البته اولش با خواستن صد درصد و کلام خدا وقتی ما میخوایم کمکمون میکنه که بتونیم هست تکنیکایی هست که میشه عادتی رو جایگزین کرد از برای همه ما امیدی هست بله صد درصد در مخصوصا خب ببینید گاهی وقتا یک پشیمونی هایی در زندگی هست برمیگردیم میگیم که ای کاش مثلا این طور نمیشد هیچ بد نیست اگر به عنوان والدین جایی در زندگی احساس میکنید اشتباه کردید اشکالی نداره بگید به بچهات مهم. بهترین کمکن اتفاقا بچه ها پا به پا میان و کمک میکنن وقتی به بچه میگیم که من اینجا رو اشتباه کردم منو ببخش حالا میخوام درست زندگی کنم بچه این رو میگیره میتونه این چیز رو داره از نظر احساسی نوجوانان مخصوصا این سنین 11 تا 15 سال نسبت به بزرگ, سالان آگاه ترن ببین نمیگم که کنترل دارن میگم آگاه ترن از نظر احساسی حساس ترن راحت تر میگیرن بنابراین اگر ببینن که تو صورتتون تو چشمتون مخصوصا یادتونه یه بارم گفتم ما همه چی رو میتونیم قایم بکنیم الا چشم رو آنچه که در چشم میگذره از کنتکت چشمی بچه میتونه خالص بودن اون خلوص نیت رو میتونه بفهمه از پدر و مادر که اینجا پدر و مادر وقتی که اقراق به اقرار به اشتباه اقرار... خودش میکنه خالصه و میخواد درست بشه بنابراین وقتی از بچه کمک میخوایم که بیا با هم دیگه حالا اگه من اینجا رو اشتباه میکنم یواشکی به من بگو یا با همدیگه یه قراری بذارید ولی خوبه که اقرار بکنن و اینو تو خودشون به خاطر غرور تو ندن آیا این باعث نمیشه که بچه اون اقتداری که حالا پدر مادر داره رو پدر مادر در واقع از دست بدن و یا اینکه حتی یه سری احترامات ممکنه کم و زیاد بشه این وسط ببین تا اینکه مفهومی که از اقتدار داریم چی هست اگر اون چی که در فکر خودمون داریم اعمال زوره نه من این رو یه خورده زیر سوال میبرم برای اینکه هیچ وقت ببینید احترام کم نمیشه وقتی که ما با محبت به بچه ای بر می برمیگردیم میگیم من اشتباه کردم این اتفاقا سمیمیت رو زیاد میکنه اون دیوار جدایی رو از بین میبره وقتی فقط اختدار هست یک دیواری هست اونجا حالا اگر اون اختدار به عنوان پدر مادر به عنوان سر خونه هست اونجا محبت و رابطه سمیمانهی هم هست موفقتر این خانواده ها من هم اینطوری فکر میکنم از یک نظر که بچه ها بالاخره متوجه اشتباه پدر و مادر میشن اینطوری نیست که بچه ها نمیفهمن بالاخره بلد. متوجه میشن که این پدر اشتباه کرده بلد. حالا از نظر احترامی شاید برنگردن بهش یه چیزی بگم ولی وقتی که شما میفرمایید پدر یا مادر برگردن اون اشتباه رو اقرار بکنن بلد. اعتراف بلد. بکنن بلد. من فکر میکنم خیلی شایسته است و اون بچه چه دختر چه پسر چون میدونه پدر واقعا اشتباه کرده بود حالا داره اعتراف میکنه این محبتش بیشتر بشه صد در صد اما در همین راستا نمیدم چقدر حالا این وسط میتونه بشه به موضوعی که داریم هم رفت برای بچهایی که زخمای عمیق از خود خانواده دارن بلد. از خود پدر بلد. از خود مادر دارن بلد. این زخم در هم سنین کوچکی درشون به وجود اومده بلد. و این واقعا بعضی وقتا اینا که بزرگ میشن حتی شاید هم تونسته باشن ببخشن اینا ولی با خودشون هست اینو چکار ام. باید بکنم بله این متاسفانه ام. مخصوصا این توی دوران بلوغ بروز میده خودش رو مخصوصا تو سنین 11 تا 15 سالگی بچه ها خیلی به جایی میرسه که در جمع اقرار میکنن بله. این رو که اینجا رو تو پدر مادر انتقاد میکنن این یکی از خصوصیات چیزه حالا اگر دوران کودکی ما بین یک تا ده سال رو صحبت کردیم و گفتیم که خصوصیات چی هست چقدر مهمه هر چه دوران کودکی تر، محیط تر، تغذیه بهتر رابطه عاشقانه بین پدر و مادر نمایان نمایانتر باشه برای م. بچه بچه بدونه که پدر مادر دوست دارن همدیگر رو اینها پایه های قوی میشه متاسفانه این ایدئال این اینی که ما میگیم خب این ایدئاله متاسفانه برای همه بچه ها همچین امکاناتی نیست متاسفانه بچه هایی هستن که یکی از شایع ترین چیزا همین مسئله بیشفعالی هست یکی از عوامل بیشفعالی ضربه مغزیه همین زخمای درونی هستش که بچه ها را از نظر رفتاری و حتی نحوه تفکر به نقص عضو در واقع میندازه این بالاخره یه جوری نقص عضو عضوه حالا این قصد قوه تفکر تعقل جزء ما هست اینها یه نقایسی ایجاد میشه بچه هایی که اینطوری با این زخما میان واقعا دعای من اینه که در محیط لاقل اصلا بیرون از خونه در یه محیط سالم بیفتن گیر دوستای ناباب نیفتن برای اینکه محیط میتونه خیلی راحت اینها رو ببلعه برای اینکه هر گونه انعطافی رو دارن اینجا که آسیب ببینن و همینه که واقعا با هوشیاری باید تصمیم گرفت بچه دار شد باید این وظیفه پدر و مادری رو بسیار جدی گرفت این نیست که حالا خب بچه دار شدیم تموم شد و رفت این نیست این خیلی مهمه که تا اونجا که میشه ما به عنوان والدین برای بچه های ما محیط سالم تربیتی که این زخم ایجاد نشه چون این زخم علاوه بر افسردگی بیشفعالی روابط نامشرو حتی بم. میتونید برای اینکه یک اتشی اونجاست یک کمبودی هست که جبران نشده و این میتونه با چیزهای غلط پر بشه م. با روابط غلط با مواد مخدر سیگار، مشروب، خیلی چیزهای دیگه لا. که هم... این خیلی نکته جالبی رو البته لا. اشاره کردید ممنون فکر میکنم بعد نباشه که یه استرات کوتاه دیگه داشته باشیم و برگردیم در ادامه صحبتها و همچنین سالات دوستان عزیزی که از ما داشتن باید با ما باشیم دوستان عزیز همچنان در خدمتتون هستیم با موضوع چگونه فرزندان خود رو بشناسیم در نیمه پایانی برنامه هستیم و با سوالات شما عزیزان فراموش نکنید میتونید همچنان برای ما مسیج یا اینکه اگر صحبتی دارید بفرستید اگر درخواست دعا دارید که در آخر برنامه برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود و این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه هنوز ما تموم نکردیم بحث جوانان رو و از 16 تا 21 رو نرسیدیم که امشب تموم کنیم یعنی صحبتش رو کنیم اصلا و اینکه خب سوالات هم زیاد هست پس بنابراین فکر می کنم خیلی بهتر هست که سریعا بریم سراغ سوال دوستان و اینکه در طول هفته در هر صورت میتونید با ما در تماس باشید و اگر سوالاتی دارید رو مطرح کنید که در هفته آینده حتما اونها رو ما مطرح خواهیم کرد در برنامه خب لویز عزیز در رابطه با بیشفعالی ما جلسه اول یه مقدار صحبت کردیم اما دوستانی بودن که در تماس بودن و خواستن که بیشتر راجع به این قضیه صحبت بشه یه مقدار هم الان خودتون اشاره کردین ولی اگر توضیح بیشتری دارید در رابطه با حالا نوجوانان و یا اینکه حتی بچه های سنین پایین تر که بیش فعال هستن که چه عواملی درشون هست چه جوری من میتونم متوجه بشم که فرزندم بیش فعاله و چه کارهایی میتونم بکنم در قبال این بیش فعالی اولا بین 6 تا 8 درصد از بچه ها بیش فعال هستن و تا جدیدن میگن آمار احتمالی این که بیشتر باشه برای این که به همون نسبت که بیش فعالی ساله کم فعالی هم هست نقطه مقابل این مم. یعنی یه بچه و اول بگم که مال نوجوانان نیست این مم. از بچگی شروع میشه حالا اگه معالجه نشه به نوجوانی ادامه پیدا میکنه و بدتر میشه ولی تو پسرها زیادتره تو دخترها بیشتر حالت کم فعالیه به همون نسبت یعنی نقطه مقابل هر چه بیش فعالی از شما نقطه مقابل اون رو بگیرید میشه از اون سر کم فعالی به اصطلاح حالا اگه کلمه رو درست گفته باشم برای این مسئله معمولا علائمی هست مثل اینکه بچه آروم نمیشینه بیش فعاله زیادی ورج وورجه میکنه نمیتونه پنج دقیقه تو صندلی راحت بشینه مرتب پاشو همینطوره تکون میده بلند میشه از این صندلی به اون صندلی میپره حرکات بدنیش زیاده یه کاری رو بهش میدید وسط کار رو سر میره میذاره یعنی شروع بکنه نمیتونه تموم بکنه پر حرف تو حرف میدوه اگر سر کلاس معلمی سوالی رو چیز میکنی اصلا فرصت نمیده سوال تموم بشه حالا هر چقدر جواب بی رب باشه ولی حتما سریع میپره چون نمیتونه کنترل بکنه و این حتما خودش رو قبل از هفت سالگی نشون میده بین چهار تا هفت سالگی علائم بیش فعالی رو میشه دید در بچه ها این بیشترینش ارسیه مواردی شده بچه اول اگر بیش فعال بوده این ارسی به دنیا اومده اینطوری چون این اختلالات چیز مغزیه مهم. هرمون ها بالا پایین شده مواد شیمیایی یا یه قسمتی از مغز اونطوری که باید رشد کافی رو نکرده حالا اگر بچه دوم سالم به دنیا بیاد ولی نمونه ای که از اولی داره به عنوان اینکه بیش فعال، اون رو نمونه میگیره دومی هم میشه یعنی ارسیه ولی چون نمونه بیش فعال داره بله نمونه بر میداره بچه ها می یاد میگیرن اون وقت خیلی سختتر میشه برای پدر مادر یه سال الان برای من پیش اومد میگین که بچه که سالمه یعنی اینکه بیش فعالی یک بیماری هست بله بله مم. بیش فعالی بیماری هستش یه نوعی نقص عضو میدونن این رو در رده نقص عضو میذارن این رو مم. مم. به اصطلاح کارشناسان این رو. بلی این یه جور بیماری هست. باید داده بشه. صد صد. البته قبل از اینکه ما اون برچسب بیش فعال رو به بچه بزنیم، باید اول دقت بکنیم که این بچه از نظر یادگیری مشکل نداره چون علایم میتونه یه خورده گمراه کننده باشه. ممکنه یک شوک بزرگی در زندگی اول اینو دقت بکنن که بچه مثلا شاهد صحنه تصادف نبوده. شاهده یک صحنه قتل نبوده شاهد کتکزنی نبوده اینجور چیزا تو اینا تروما هستش چون اینا هم میتونه بچه رو به مشکلات رفتاری بندازه اول از اینا مطمئن بشن که بچه مشکل روحی روانی نداره از نظر رفتاری مشکل نداره و مشکل پزشکی نداره طبی یه ایرادی نداره اگر مثلا تیرویدش وقتی میگم طبی منظورم تیرویده یا بچه بیماری سر نداشته باشه قشی نباشه و همینطور مشکلات خواب نداشته باشه اگر اینها نباشه ارسیه اکثرا تغذیه مادر برای وضعیت روحی مغزی بچه خیلی مهمه مادرایی که در حین بارداری کوکائین مصرف میکنن مواد مخدر هر نوعی سیگار زیاد مشروب و اینکه اینجا اکثرا وقتی که حامل میشن اولین چیز اینه که مطلقا یه قدر الکل هم نباید کسی این مواظب هستن که به خاطر این چیزا چون این خانم هایی که اینطوری به اصطلاح مواد اینا مصرف میکنن وقتی حامل هستن بچه های خیلی کوچیک به دنیا میارن یکی از گروه هایی که در معرض این بیماری هستن بچه‌هایی که از نظر وزنی کوچیک به دنیا میان نمیگم همشون یعنی اینها آسیب پذیرن بچه هایی که به اصطلاح کوچیک به دنیا میان چون تغذیه درست نداشته مادر و مواد مصرف کرده خود به خود اون رشد کافی رو بچه در جنین نداشته و بنابراین صدمات مغزی میبینه این بچه گاهی وقتا حتی ضربه های مغزی یعنی بچه سالم به دنیا میاد ولی تحت حالا شرایطی باز میگم تصادف یا یه از یه جایی پرت بشه یا در چیز تصادف ماشین تکون هایی که خورده یا میبینید این تاپ تاب که میشینن بچه پرت بشه اینجور چیزا ضربه هایی که به مغز بخوره میتونه بیش فعالی تولید بکنه که البته بیش فعالی رو اگر به شکل همینجوری نگاه کنیم همیشه هم خیلی بد نیست مم. حقیقتش برای اینکه آمار نشون داده این تیپ بچه ها اینایی که اینجوری به دنیا میان میخوام بگم اکثرا خیلی خلاقن <applause> خیلی از نظر هنرمند بودن اینا هنرمندن <applause> توشون یا گاهی وقتا میبینی بعضی از نابغه ها عالی داشتن مشکلات اینطوری بوده اینه <applause> که لزوما همیشه میتونن باهوش باشن بله میتونن باهوش باشن این دیگه تشخیص پدر و مادر هست که ببینه چطور میتونه این چیز رو انرژی که در بچه هست این خلاقیت رو تو کانال درست بندازه ولی بودن هم جان که بیش فعال ما دیدیم به هر حال واقعا بودن. یعنی من <laughs> یادم که یکی بود تا میگفتیم ببینیم تا سه میتونه بشینه یا تکن بود <applause> یک دو نرسیده نمیتونست ولی بودنم واقعا خیلی بیش فعال بودن ولی بعدا کم کم درست شدن بره. یعنی بره. اصلا حالا نگاه میکنی با توسه مقایسه بکنی با اون زمان بیش فعالیش میبینی که حالا خیلی ساکتتر شده تو بعض وقت برعکس میشه خیلی ساکت میشن بره. اینا قابل معالجه هست مه. تا درصد بستگی داره البته تا چه حدی باشه شدت پیشرفت به اصطلاح اگر مالجه نشه به دوران نوجوانی کشیده مم. میشه که خطرناکه مم. چون اونجا خطر کشتن نا. یکی دیگه خودش یعنی زدن زد و خورد و اینا گلاویز شده اینا خطره مم. برای اینکه منفجر میشن اینا سریع از نظر عصبی مم. این خطر هم هست و بچه هایی که بیش خیلی هم چیزن انعطاف پذیرن فلکسیبلن نرمن علاوه بر این که حالا خب اینو میشه آدم استفاده بکنه تو ورزش اینا رو استفاده کنن ازش ولی این انرژی بی اندازه میتونه یه ورزشکار درستی رو تربیت بکنه خب یه انرژیشون رو بتونن تو کانال درست بندازن و همینطور این بچه ها خیلی چیزن سری حاضرن ها به عکسالعمل. عمل که برای ورزش گفتم خوبه برای این مسئله پدر مادرها میتونن کمک بکنن به بچه ها غذاشون رو بپان غذا نقش بسیار مهم داره. هیچ گونه چیزای صنعتی فراورده های صنعتی ندن به بچه ها. مواد رنگی ندن شکر ندن و همینطور ورزش بندازنشون به ورزش رفتار درمانی گفتار درمانی باشون بشه و همینطور وقتی میخوام با این بچه ها صحبت بکنن واضح شمرده ولی با یه تون صدای یه ذره بالا یه ذره بالا یواش باشون با حرف بزنن بچه ها میگیرن این رو و خیلی ببینید این آغوش کشیدن معجزه میکنه برای هر مریضی خوبه از جمله بیش فعالی بچه هاتون رو زیاد بغل بکنید و بهشون محبت بدید و تشویقشون کنید فقط یه موردی که خیلی سعی من اومد توی ذهنم این که حالا غیر از مسائل مواد و اینجور چیزا که گفتید که در زمان بارداری اگر استفاده بشه آیا مسائل مواد خوراکی مجاز دیگه ای هم میتونه مثلا تاثیر داشته باشه بر فرض مثال من شنیدم که فرزن یه سری مسائل مثلا فرزن حالا بیننده های عزیز نرید امتحان کنیم بگین سالی گفته ما بریم انجام بدیم شنیدم مثلا در دوران بارداری مثلا فرزن کندور اگر یه مقدار خیلی خیلی کم استفاده بشه برای هوش بچه خوب هست ولی خب این, مقدار خوب این مقدار کم اگر یه ذره بیشتر بشه میتونه باعث بیشفعالی بشه اه اه حالا ف... من کاری ندارم فقط به مسئله کندور میخوام بدونم که آیا مسائل... آیا مواد دیگه غذایی هم میتونه تاثیر داشته باشه که حالا مواد غذایی مجاز هستن در دوران حاملگی در دوران حاملگی ببینید خود دکتر البته برای خانم حامله بنا به وضعیتش میگه بهش ولی قبل از حاملگی اون اسید فولیکی که هستش این خیلی مهمه میدن برای زن باردار که خب اونم جز ویتامین ها و چیزایی که هست که باید یک زن قبل از به اصطلاح حاملگی بخوره اینو اون دیگه بستگی به دکتر داره ولی از نظر غذایی هر چقدر غذا ساده تر باشه بهتره وقتی میگم ساده منظورم این که خونه پخته بشه میدونید چی چی ریختید توش البته روغن های غذایی رو مواظب باشن براتون بگم از نظر مواد لبنیاتی باز بدونن که از چه منبعی این میاد سالم باشه چون هر چه به گاوهایی که به شیر میدن آنتی بیوتیک بهشون خورونده بشه شیر فایده ای نداره گچه خالیه <applause> حقیقتش تمام آنزیما مرده اینکه منبع شیرشون سالم باشه روغن ماهی اینا چیزایی هست که ویتامین آ دی اینا رو بگیرن و مواد محافظ رو بپن خب بریم سراغ آخرین سال که دوست عزیزی گفتن که فرزندشون بالای 20 سال هست و اینکه چطوری میتونن یه سری عادات ناپسند که داره رو از اون دور کنن حالا این عادت های ناپسند میتونه مثلا فرزن مثلا ناخون جویدن باشه فرزن بعضی ها هستن <applause> که دائما با موهاشون بازی میکنن یا خب خیلی مسائلی که شاید حتی از مسائل عصبی یا استرس ممکنه نشأت گرفته باشه چطور من میتونم به فرزندم کمک کنم بالای 20 سال بالای 20 سال ببینید ما هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد در این رابطه بله در مسئله مورد مسئله عادت ها باید یه خورده اینو مشخص بکنیم چه عادتیه م. یه سری چیزا شما مسئله ناخون جویدن رو چیز کرده اینا ریشه های استراب و چیزدار استرس هست نگرانی هست که خب ریشه یابی بکنم ببینن اگر چیزای اینطوری هستش و عادت هایی میتونه از اعتیاد گرفته م. تا نمیدونم غیبت و اینا اینا همه عادته م. ما انسان ها موجودات عادتی هستیم اول برنامه گفتم به همون نسبت که عادت بدی رو میتونیم بگیریم ما میتونیم عادت خوبی رو هم بگیریم و این باز اون آیه رو تکرار میکنم میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود را پرورش بدید اینجاست اینجا باید عوض بشه اولین قدم ترک عادت اولین قدم اینه که ما شناسایی بکنیم ریشه چیز رو و تصمیم بگیریم من باید بخوام بتونم خب آگاهانه باید با خدا همکاری بکنیم برای این تغییر و تبدیل یادتونه مسئله جریان سفید و خاکستری مواد رو گفتم پروتئین رو عوض میکنیم ما برای ترک عادت ما باید پروتئین مغز رو چون برای هر چیزی ما یه پروتئین خاص داریم در مغز باید پروتئین رو اون عادت رو عوض بکنیم با یه پروتئین دیگه جایگزین بکنیم اینجاست که اون مسئله تفکر عمیق اراده آزاد گفتم ما از اینجا تو این قسمت به اسطلاح فکر میکنیم در این قسمت عمیق اولا باید تصمیم بگیریم میخوام آزاد بشم یک دومین چیز این که آیاتی رو که در رابطه با وعده هایی که خدا داده که مثلا اگر حیات رو انتخاب بکنی نمیدونم این رو میدم انتخاب های درست آم، آیاتی که در رابطه با تصمیم گیری و عوض کردن فکر هستش یکی از این آیات باز همین رومیان آیات یک و دوازده آیات یک و دو هست امثال سلیمان پر از این آیات مم. که این آیات رو بنویسن آگاهانه بین چهار تا هفت روز باید این رو بگن مم. به خودشون باید به صدای بلندم بگن چون این باید بره تو مغز اولین مرحلهش اینه که ما چطور اینو وارد مغز بکنیم و این از اینجا صورت میگیره وقتی وارد مغز شد اون مواد خاکستری گفتم که اینجا چاق میشه و اینجاها رو رشد میده این اول مثل یه دونه رشد میکنه مثل یه برامدگی بین چهار تا هفت روز اول وقتی یه چیزی رو ما آگاهانه تصمیم میگیریم یه قلمبه اینجا میشه در چهار در روز این تبدیل میشه به شبیه آب چوبی بعد تو یک روز میشه مثل یه غارچ شبیه غارچ میشه و وقتی به 21 روز رسید دیگه شما الان این شده جز طبیعت دوم به عادت چند سایکل چند دور این باید تکرار بشه مهمه عادات ساده با یه دور عادات مثل چیزای مسائل جنسی اعتیاد جنسی اعتیاد به مواد مخدر حتما حتما باید با کمک یک مشاور باشه و این رو باید کسی باشه که با اینها این آیات رو بخونن چون درد زیادی تولید میکنه چون بیننده عزیز ما نگفتن چه عادتیه من نمیتونم دقیقا برم روی همون عادت خاص به شکل کلی اینها هستش نعم. که چه چطوری بتونن جایگزین مرسی کنم. مرسی ممنون جان خب همونطور که خدمت شما هم قبلا گفتیم بیننده های عزیز که میتونید اگر میخواید مشاوره یا خصوصی و شخصی بگیرید از طریق اسکایپ ست پارس در تماس باشین و با مشاورین ما به صورت خصوصی صحبت کنین. اما وقت وقت دعا هست. با ما باشین. خب بینندگان عزیز وقت دعا هستش وقت دعا خیلی مهمه و خدا رو شکر میکنیم برای درخواست‌های دعای شما من لیست دعایی رو که به من دادن خدمت شما میخونم بعد با هم دعا میکنیم و متحد میشیم خانم فاطمه از تهران برای بهتر شدن زندگیشون حل مشکلات مالی و همچنین ازدواج آقای احمد از ایران ترک اعتیاد و رفع مشکلات مالیشون خانم زینب از شیراز ازدواج و حل مشکلات مالی خانم زهره از ایران برای حل مشکلات برادرشان آقا و خانم سعید و سمیه برای آشتی کردن آنها و آقای محمد برای آرامش و سلامتی لطفا با من متحد بشید برای این عزیزان دعا میکنیم خداوند عزیز خانم فاطمه رو به حضور مبارکت می آوریم ای خداوند برای ازدواجشون برکت مالی و آنچه را که در زندگیشان می بهتر بشه خداوند تو که بهترین هستی رو دعوت می کنیم در زندگی خانم فاطمه و دعا می کنم به نام مسیح همه چیز برای خیریت ایشان انجام بگیره برای احمد عزیز دعا میکنم برای اسارت اعتیاد و دعا میکنم به نام خداوند من ایسای مسیح او را آزاد بسازی خداوند همچنان که در برنامه دیدیم و کلامتو میفرماید ذهن ایشان را خودشون کمک بکنم و تو کمک بکنی عوض بشه در این مورد خداوند همچنین برای زینب عزیز برای ازدواجشون و مشکلات مالی هدایت تو رو میطلبم در نام مسیح زنده برای زهره عزیز برای حل مشکل برادرشان اون را به حضور مبارک تو میاریم ای خداوند این نشانی باشه این دعایی باشه برای عوض شدن مشکلات برادرشون برای سعید و سمیه دعا می کنم ای خداوند تو پاد در میانی بکن و خداوند عزیز این آشتی انجام بگیره قهر از تو نیست و دعا می کنم این عزیزان باز به هم دیگه برگردند و آشتی بکنن و همچنین برای آقای محمد برای آرامش و سلامتیشان در نام مسیح شفادهنده و آرام دهنده دعا می کنم این همه رو به نام قدوس تو از تو طلبیدم آمین. آمین شکر خدا برای سیمین عزیز برای شفای کمردرد و پادردش خواسته دعا بشه مجگان خواسته برای شادی و سلامتی و همچنین زندگی هر روزه در خداوند داشته باشه رضای عزیز از لندن خواسته برای موفقیت در کار و تحصیل و ازدواجش دعا کنیم و همچنین بیننده عزیز دیگه ای هم خواستن برای کارشون و شوهرشون دعا بشه خداوندم سیمین عزیز رو به حضورت میارم مشکلاتش رو و دردهاش رو خداوند به حضورت میارم تا بهتر از هر, کس آگاه هستی که اون چه دردهایی رو میکشه ای خداوندم خداوندا تو بر روی صلیب رفتی که این دردها را از ما دور کنی خداوندا ای خداوندم از تو میخوام که در نام عیسی مسیح همین الان خداوندا دستان شفا بخش خودت رو بر روی او بگذاری خداوندا از سر تا پای اون رو شفا بدی و خداوندا تو خدای شفا دهنده هستی تو خدای غیر ممکن ها هستی پس در نام عیسی مسیح از تو میطلبم که همین الان خداوندا شفای خودت رو بر سیمین بریزی برای مشگان عزیز خداوند دعا می کنم برای شادی و سلامتیش خداوند دعا می کنم که اینکه خداوند هر روز در تو باشه خداوندم در تو قدم برداره و خداوند از جلال به جلال خداوند رشد کنه ای پدر جان از تو میخوام که اون رو خودت رو بیشتر به اون نشون بدی و شادی رو خداوند به زندگی اون بدی خداوند برای رضا دعا میکنم برای موفقیت در کار و تحصیل و ازدواجش خداوند از تو میخوام که بهترین ها در زندگی اون انجام بگیره و خداوند اون چیزی که خیر و صلاح تو هست خداوند در زندگی اون در ازدواجش در کارش و در تحصیلش انجام بپذیره برای بیننده عزیزمون دعا میکنم برای کارش خداوند از تو میخوام که برکات خودت رو به او بدی درها رو باز کنی درهایی رو که باید باز بشه و خداوند بهترین کار رو برای اون و در حضور اون قرار بدی و برای شوهرش دعا میکنم هر چیزی که خداوند در قلبش هست تو آگاهی و از تو میخوام که خداوند به اونها برکت بدی در نام عیسی مسیح آمین. 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 برای شیرین عزیز دعا میکنیم ای خداوند برای ازدواجشون انتخاب همسر دعا میکنیم فرد مناسب رو تو سر راهش بیاری ای خداوند برای محسومه برای شوهرشون دعا میکنیم سلامتی و شفا برای سلامتیشون ای خداوند و همینطور برای مسئله مالیشون برکت تو رو میتلبیم ای خداوند دعا میکنیم برای تناز عزیز که پدرشون الان در کما هستن همین الان ای خداوند حقیقتا دعا میکنیم با فرشتگان و خودت بر بستر بیماری پدر ایشون باشی و خداوند و به اون قسمت مغز که کامل به کما رفته همین الان شفای تو را اعلام میکنیم و دعا میکنیم که برگرده ای خداوند هوش و حواس این شخص برگرده بهش برای رضای عزیز دعا میکنیم برای استراب برای امتحانات و کنکور دعا میکنیم خداوند و فکر او رو برای تمام مراحل کنکور تو آماده بکنی که اصلا استراب دیگه جایی نداشته باشه خداوند رویای عزیز رو دعا میکنیم برای آرامش مادرشون دعا میکنیم آرامی تو آرامش تو در خانه این عزیزان ساکن بشه به نام عیسی مسیح این دعا رو میکنیم آمین. آمین. آمین مرسی خواهر و همچنین ممنون از شما دوستان عزیز از اینکه با ما همراه بودیم فراموش نکنین فردا شب در خدمتون خواهیم بود با قسمت دوم راز صلیب با برادر کیوان همچنین در طول هفته میتونین با ما در تماس باشین و در رابطه با موضوع برنامه میتونین سوالاتتون رو تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین اگر درخواست دعا دارین خوشحال میشیم که بشنویم موضوع خودتون باشین دوستتون داریم خدا نگهدارتون باشه شب بخیر عزیزم تشکر رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنی از سیاهی به سپیدی و امید با خدایی که نگاهش به شماست، میشه آسوده به خوشبختی بسی